بنابراین هدف این حملات در واقع تنها هزاره ها نیست. یعنی ما به شکل میدانی که نگاه میکنیم میبینیم تنها هزاره ها نیست. یک که مبنای توجیهی که در پشت این حمله ها قرار داره قومیت نیست، اینو من عرض میکنم، بعدا استخبارات هم نیست. دوستان و همراهان عزیز و محترم، درود بر شما. مسئله نسل کشی هزاره ها یکی از مسائل بسیار مهم در افغانستان حداقل برای جامعه هزاره بوده و در اواخر هزاره ها در سطوح مختلف تلاش کردند که این نسل کشی به عنوان یک واقعیتی که در افغانستان اتفاق افتاده و یک بخش از مردم افغانستان در معرضش قرار گرفته و قربانی های بسیار زیاد را هم از این مردم گرفته، تلاش کردند که این به عنوان یک جنایت در سطوح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. یکی از نمونه های بارزش همین پارسال کمپین استاپ هزاره جنوساید بود که میلیون ها نفر این به این کمپین شرکت کردند و نتایج خوبی را گرفتن، اما متاسفانه به اون نتیجه مطلوب یا به اون آرزوی همگی و دیرینه ای که مردم ما داشتن به او هنوز نرسیدیم و از او فاصله زیادی داریم. به همون خاطر ما در این برنامه با آقای دکتر محمد امین احمدی، رئیس سابق دانشگاه ابن سینا، صحبت میکنم در ارتباط به همین مسئله. آقای احمدی 6 روز قبل در صفحه فیسبوک خود یک طرح را برای به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در افغانستان و در جامعه افغانستان ارائه کردند. من میخوایم که در ارتباط بینمی پستی که ایشان منتشر کردن صحبت بکنم و در خلال برنامه حتما سوالات دیگه هم که مربوط به همین مسئله میشه از آقای احمدی میپرسم. آقای دکتر امین احمدی، تشکر از شما که در این برنامه شرکت کردین و وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینه، بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینه یا میشنوه، سلام عرض میکنم. بله، خب در خدمت هستم، در خدمت بله. پرسش های شما هستم. آقای احمدی، شما در این 6 روز قبل در صفحه فیسبوک خود نوشتین که البته عنوانش این بود که برسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها توسط خود مردم افغانستان، و بعدش نوشتین که تا زمانی که نسل کشی هزاره ها توسط مردم افغانستان برسمیت شناختن نشوه، ما یعنی فاصله ما با برسمیت شناختن این مسئله در سطوح بین‌المللی همچنان دورودراز خواهد بود. و برای این پیشنهاد خود هم شما دو مسئله را مطرح کردین، دو پیشنهاد را. یکیش این بود که شما باید یک کارزار به شکل وسیع در ارتباط به نسل کشی هزاره ها راه اندازی شود و در این کارزار از احزاب و نهادهای مدنی و شخصیت‌های دینی و علمی و فرهنگی افغانستان خواسته شود که این مسئله را، این جنایت را، نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسند و همین رقم از آقای لطیف پدرام و همچنان از آقای احمد مسعود که اینا در بعضی از سخنرانی های خود این مسئله را مطرح کرده بودند و خواهان به رسمیت شناخته شدن اینها شده بودند اشاره کردیم. سوال اولی که مطرح میشه این است که مسئله نسل کشی هزاره ها، شما چون اینجا هم هزاره را یاد میکنین و هم به یک میزان کمتر شیعه را یاد میکنین، یک چیزی که به نظر من هنوز واضح نیست که انگیزه پشت نسل کشی هزاره ها مذهبی است یا قومی، اگر اگر کوتاه مورد صحبت بکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که من یک ترتیب دیگر در نظر گرفتم که به سوال شما جواب بدم، بله، به خاطر از این که سوء تفاهم بیانداز زیاد هست. یعنی ما با یک مشکل بسیار کلان و چالش کلان مواجه هستیم از جهات مختلف، نه تنها از یک جهت، از جهات مختلف مواجه هستیم، چی از خود طرف خود هزاره ها، شیعه ها و همینطور اقوام افغانستان، نخبگان فکری و فرهنگی افغانستان، که چرا چنین چیزی باید مطرح شود. سر همه چیز در واقع به یک شکل اختلاف داریم. یعنی موانع فراوانی وجود داره که این مسئله در افغانستان درست فهمیده نمیشه. تا این مسئله درست فهمیده نشه و درست طرح نشه، ما به اون چیزی که هدفمان هست نمیرسیم. لذا من کوشش میکنم که به گونه توضیح بدم به سوال شما، که در هم به سوال شما جواب داده شده باشه و هم به نکات مهمی که
در ارتباط با این موضوع وجود داره پرداخته شده باشه. از این خاطر اول شروع میکنم که چرا ما گفتم هزاره و شیعه، خود همین کلمه حتی محل بحث سوال واقع شد. نه. چرا محل بحث سوال واقع شد؟ به خاطر از این محل بحث سوال واقع شد که تعداد زیاد از هزاره های ما در واقع کوشش میکنن که خودشان را هزاره بنامند به لحاظ هویتی، نه. دوست ندارن شیعه نامیده شود. میگه اگر ما شیعه نامیده شویم، بعضیشون این فکر میکنن که مشکلات ما زیاد میشه، بعضی ها به دلایلی هویت مذهبی را چندان دوست نداره، عمدتا هویت سیاسی را به لحاظ سیاسی، هویت قومی را به لحاظ سیاسی مهمتر میدانه، و بعضی ها باورش به این است که اساسا ما به خاطر قومیت کشته میشیم، نزاع در افغانستان قومی است، ما به خاطر قوم خود کشته میشیم، یعنی در معرض جنوساید قرار داریم. لذا به دلایل مختلف اساسا این عنوان ترکیبی را دوست نداره. ما میخواهیم که دلیل خودم را بر انتخاب اون عنوان توضیح بدم. گفتم که هزاره و شیعه. چرا گفتم؟ به خاطر از این که یک عنوان جامع و همشمول پیدا شود برای بیان تمامی کسانی که قربانی این خشونت هستند. این یک وظیفه اخلاقی و حقوق بشری ما هست. وقتی که من از جنوساید و از نسل کشی سخن میگم، لازم هست که به تمامی قربانیان این خشونت اشاره کنم. اگر حذف کنم، نگاه من نگاه حذفی باشه، این خودش یک رفتار ضد حقوق بشری، خودش مخالف اصول بنیادی نیست که ما برایش مبارزه میکنیم. بله. نگاه حذفی است، نگاه عزیز که شما قربانی رو در نظر نمیگیرین، به قربانیان احترام لازم را نمیگذارین. چرا؟ خب چطور چرا شیعه و هزاره؟ به خاطر اینکه هزاره را چی ما شیعه بدانیم چی ندانیم، بله. بگیم هزاره تو شیعه نیست، یا شیعه هست، هر چی هستی هستی کشته میشی، سیستماتیک هم کشته میشی، درسته، هدفمند هم کشته میشی که نام شما میگذاریم جنوساید، و شیعه هم کشته میشه، چون همه شیعه ها که هزاره نیست، شیعه هم کشته میشه. ما اولین قربانی حملات از این نوع را در سال 2013 داشتیم، دسته سینه‌زنی شیعیان لوگری یا شیعیانی که در نزدیکای کابل از طرف لوگر اون نه طرف هست، اونا آمده بودن در مرادخانی، نه در مرادخانی و در زیارت ابوالفضل، اونجا مورد حمله قرار گرفت که نشانه واضح و مشخصش اما عکسی بود که خبرنگار مشهور بین المللی افغانستان، عکاس خبرنگار آقای حسینی، بله، حسینی بود به نظرم، نه آصف عکس گرفت، آصف حسینی. آصف حسینی، و او عکس را مخابره کرد به خبرگزاری فرانسه بود یا رویترز بود که بعد عکس جهانی تبدیل شد که یک دختر سبز پوش در میان دسته عزاداران که دور برش جنازه فرار گرفت، جنازه همه اون جنازه که زمین افتاده بود جنازه فامیلینش بود، اونا هیچ کدام هزاره نبودن، شیعه بودن، در یک دسته عزاداری مورد حمله قرار گرفت، و بعدها در این حمله از این نوع که بر مبنای مذهب صورت گرفت در قندهار تکرار شد، در دوران اخیر در قندوز که یک در واقع جمعیت شیعی ترکیبی است، هزاره و غیر هزاره مرکب است، تنها هزاره نیست، و همینطور حمله مشابه بعد هم در قبل از او در گردیز صورت گرفت، یعنی چند سال پیش در گردیز صورت گرفت، گردیز که سادات شیعی اونجا هست، اونا مورد حمله قرار گرفت، و همینطور پلخمری هم یک جمعیت شیعی مرکب هست، یعنی هزاره ها نیست، تنها هزاره باشه. بنابراین هدف این حملات در واقع تنها هزاره ها نیست، یعنی ما به شکل میدانی که نگاه میکنیم میبینیم که تنها هزاره ها نیست. یک نکته دومی هست که علت این حمله ها چیست، یعنی مبنای توجیهی این حمله ها چیست، که بعدا توضیح میدم بیشتر روشن میشه که مبنای توجیهی که در پشت این حمله ها قرار داره قومیت نیست، اینو من عرض میکنم، بعدا استخبارات هم نیست، نوع افرادگرایی مذهبی است، از روایت های افرادگرایانه مذهبی و از نفرت مذهبی استفاده میشه، ممکن پشتش اهداف سیاسی هم باشه، اهداف سیاسی که در واقع مقدس شناخته میشه، اهداف سیاسی رنگ آرنگ هست، برای اهداف سیاسی هست که مقدس فهمیده میشه، در یک جنگ مقدس به اصطلاح در اون جنگ مقدس یک محور شرارت ترسیم میشه، در اون محور شرارت بس تعریف میشه کیا دشمن هست، کیا نامقدس هست که باید کشته شود. در اون روایت مذهبی افرادگرایانه در واقع این جنگ قابل فهمه، نه در چارچوب هر مفهومی دیگه، برو بعدا توضیح میدم، چون او اساس این کشتارها هست، اون روایت اساس این کشتارها هست، بنابراین باید این عنوان ترکیبی و کار گرفته شود، هزاره و شیعه. حالا هزاره به هر دلیلی کشته میشه، شیعه هم هدف هست. این
دلیل انتخاب من بود که چرا این عنوان انتخاب کردم. حالا میپردازم به سوال شما که چرا ما گفتم که این در داخل افغانستان به رسمیت شناخته شود، درسته؟ بله. آه. ببین من این رو نگفتم که اگر در داخل افغانستان به رسمیت شناخته نشه در نظام جهانی و بین المللی هم به رسمیت شناخته نمیشه، نه ملازمه نیست، بله. ممکنه که ما به لحاظ بین المللی موفق شویم، یعنی توفیق جهانی پیدا بکنیم که جنوساید هزاره به لحاظ سیاسی در سطح جهان یا یا در محاکم بین المللی به محکمه و تحقیق سپرده شود، چون در جهان هم به دو گونه ممکنه با این برخورد صورت بگیره، یکی به یعنی گونه میگیم که سیاسی. اگر این مسئله در از محدوده قومی که فعلا مطرح هست و بیشتر تنها دغدغه هزاره هاست، به یک سطح ملی ارتقا پیدا بکنه، اهمیتش روی پروسه شناخته شدنش در سطوح بین‌المللی هم میتونه چشمگیر باشه، درسته؟ بله طبیعتا به خاطر اینکه جهان بهتر از ما این مسئله را درک میکنه، یعنی ما به این مسئله صرفا به یک مسئله قومی نگاه میکنیم، جهان تو نگاه نمیکنه، جهان واقعی تر از ما نگاه میکنه، بله. درسته؟ جهان واقعی تر میبینه، جهان میگه که خب یک مشکلی در واقع در افغانستان وجود داره که توجیهش روایت های مذهبی است، روایت های تاریخی مذهبی هست و هست، همه شیعیان در افغانستان در معرض خطر هست، این جهان بهتر از ما درک میکنه و بله. لذا واقعی تر است، هر چی روایت ما واقعی تر باشه بله. دنیا بهتر از ما میپذیره تا بله. روایت های غیر واقعی. از چرا تا حال بله ببین ما عرض خود را تکمیل بکنم، خب میخواستم بگم که من این حرف نگفته بودم که اگر در داخل مسئله حل نشه در سطح بین المللی هم حل نمیشه، نه ملازمه وجود نداره، بله در سطح بین المللی ممکنه به رسمیت شناخته شود به لحاظ سیاسی یا به بله لحاظ حقوقی و کیفری هم ما پیشرفت هایی را حاصل کنیم در دادگاه بین المللی کیفری مثلا بله پیشرفت هایی را حاصل بکنیم، ولی اون مشکل داخل افغانستان حل نمی کنه. این مقصد بگم علی رغم این که ما به لحاظ بین المللی موفقیت های زیاد حاصل بکنیم، این تجارب بین المللی نشان میده، بله دادگاه نورنبرگ نشان میده، دادگاه یوگسلاویای سابق نشان میده، دادگاه رواندای سابق نشان میده، دادگاه رواندا کیفری رواندا نشان میده، همه این نمونه ها و محاکمه صدام در عراق نشان میده و صدها نمونه دیگه که به لحاظ بین المللی اتفاق افتاده نشان میده که رسیدگی قضایی یا رسمیت شناختن بین المللی مشکل نفرت و خشونت را در خود از کشوری که مردمش دچار نوع نفرت و خشونت هست حل نمی کنه، چرخه خشونت همچنان باقی میمانه، ماشین کشتار متوقف نمیشه، ادامه پیدا میکنه. این بله. تجربه بین المللی نشان میده، مطالعاتی که من در این زمینه داشتم، چون یک کتاب در زمینه حقوق بشر در روابط بین الملل ترجمه کردم و بعد هم روش مطالعه کردم، تجربه ای من میگه که مشکل بین المللی هیچ وقت اقدام بین المللی مشکل داخلی را حل نمیبره، خب چرخه خشونت را از بین نمیبره، ماشین کشتار را متوقف نمیکنه. بله بنابراین پس ما همی الان هرچی توان داریم روی متوقف کردن چرخه خشونت و ماشین کشتار در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنیم و بله تلاش کنیم. من میگم تا ما ماشین کشتار را، تا اون چیزی که این کشتار را تولید میکنه این را در داخل افغانستان متوقف نکنیم، ما نمیتوانیم برای مردم افغانستان برای خود امنیت بیاد، این ما دقیقا میخواییم، یه بله عنوان هدف اساسی باید شناخته شود. بله ولی چگونه ببینید ها چگونه؟ بله ببینید ما در یک در همین طول چند سال اخیر که مسئله نسل کشی هزاره ها مطرح بوده و من شخصا کمتون در فضای مجازی در امی راستا فعال بودم و نظرات هموطنهای ما را از اقوام دیگه دیدم، اینجا احساس میکنم که یک توافق نظر در این مورد وجود نداره و ما نمیتونیم کسانی را که با هزاره ها بر حال شناخت آنچنانی ندارن و نگاه انسانی به مثلا نمی کنن، بسیار سخته که اونا را حتی متقاعد بکنیم که به این مسئله یک کمی تمرکز بکنن، مکس بکنن، فکر بکنن. مثلا هر چیزی در ارتباط می نویسیم میگن که خب تنها شما کشته نشدین، کل مردم افغانستان رنج کشیده، تمام کل مردم افغانستان، شما این خود را تلاش میکنین که خون خود را رنگینتر و زندگی خود با ارزشتر از بقیه مردم افغانستان قربانی دادن جلوه بتین. خب ما هر چی تلاش میکنیم که این تفاوت را به هر حال به یک شکلی بر این هموطنان بفهمانیم، این امکان یعنی تا حال حداقل پیش نرفته به او شکلی که ما میخواستیم. دلیل این همه فاصله، دلیل این همه بیگانگی، دلیل این همه
در واقع کدورتی که بین اقوام بخصوص در ارتباط به هزاره ها وجود دارد چی است به نظر شما؟ او یک سوال دیگه است که من در یک مصاحبه دیگه با شما اونا جوابش پاسخ دادم، نه یعنی پاسخ دادم به این سوال و گفتم 4 عامل داره که اونا باید بهتر درک میشد، بهتر جامعه بهش توجه میکرد. الان هم اشاره میکنم، هدف من از این صحبت ها در حقیقت همی است که در آغاز هم گفتم که جنوساید را ما برای مردم افغانستان قابل فهم بسازیم. تا مردم افغانستان را جنوساید هزاره ها را برای مردم افغانستان قابل فهم نسازیم، این مشکلی که شما اشاره کردید وجود داره. خب ببینید، اولین کاری که ما میکنیم این هست ببینید جنوساید چی هست. جنوساید چی هست، ای باید درک شود. جنوساید در حقیقت ای هست که یک کتله قومی به خاطر قوم خود، یک کتله قومی مذهبی نژادی و یا ملی، این 4 گروه قومی نژادی مذهبی و ملی، چی شد؟ قومی نژادی مذهبی و ملی، بله یک کتله های اجتماعی، یک کتله اجتماعی و یکی از این دلایل کشته شود. یعنی تفاوت جنوساید با جنایت علیه بشر در چیست؟ در جنایت علیه بشریت فرد هدف قرار میگیره، فرد کشته میشه، فرد ممکنه به تعداد انبوه کشته شود، درسته؟ اما در جنوساید یک جمع، یک جامعه مورد حمله قرار میگیره، نه فرد. فرد مطرح نیست، تو کی؟ بله تو چی کاره هستی؟ بلکه یک جامعه مورد حمله قرار میگیره. افراد اگر کشته میشه دیگه هیچ گناهی نداره، وجودش گناهش هست، یعنی هم بودنش گناه محسوب میشه. چی بودن؟ هزاره بودنش یا شیعه بودنش یا افغانی بودنش. مثلا اگر پیدا شود یک روزی که علیه افغانی انتحاری صورت، هر که افغان از افغانستان هست انتحاری علیهش صورت بگیره، مثلا جامعه خودان روز دور کنه، اون روز نیاره، مثلا کمونیتی که از افغان، از مردم افغانستان در کشورهای مختلفه هدف حمله قرار بگیره، اینجا چی کسی مورد کشتن قرار میگیره؟ مردم. شهروند افغانستان. به چی دلیل؟ به دلیل هویت ملیش، بله درسته؟ به دلیل هویت ملیش مورد کشتار قرار میگیره. پس یک آدم به خاطر وجود خود کشته میشه، چون تو این گونه هستی باید کشته شوی، دقیقاً. چون تو هزاره هستی، چون تو شیعه هستی، چون تو به اصطلاح اهل افغانستان هستی، چون تو مسلمان هستی باید کشته شوی. بله این وجودش جرم تلقی میشه، توجه کردین؟ بله بله اما در اجازه توضیح بدین، اجازه بدین، در کشتارهای دیگه عمل مبنا قرار میگیره، میگه تو پدر مرا کشته، ما تو رو میکشم. عمل نی؟ عمل مبنای کشتار قرار میگیره. پدر مرا کشته، خدای نخواست، ما تو رو میکشم. به سرزمینم تجاوز کرده، ما تو رو میکشم. عمل مبنا قرار میگیره. در اینجا عمل ملاک نیست. چی ملاکه؟ چی چیز کس مجرم جور کرده؟ بودنش. بودنشان. که تو چه رقم آدم هستی؟ یعنی بودنت، بودنت. و این هویت ها چیزی است که خود آدم ها ور کسب نکرده، بلکه در او به دنیا می آید. خودشون چندان نقشی در اینها نداره. درسته وجودش هست. این در واقع تفاوت جنوساید هست با چیزهای دیگه. حالا ما وقتی ادعا میکنیم هزاره کشی یا شیعه کشی در افغانستان جنوساید هست، ما این نشانه رو میبینیم. یک هزاره جمعیتش، جامعهش مورد حمله قرار میگیره، یا شیعه جامعهش مورد حمله قرار میگیره. بعد افراد به خاطر که هزاره هست، به خاطر که شیعه هست کشته میشه، درسته؟ به این خاطر کشته میشه. این نمیتونیم بگیم که چون تو، این کشتار سیاسی نیست، بگیم که بله چون تو از فلان حزب کشته میشی یا چون فلان باور سیاسی داری کشته میشی. ترو راه سیاسی از این رقم هست، نه؟ ترو راه سیاسی از این طرف هست. امی فقط میخواستم بگم که ببینید توضیحات، تشریحات در ارتباط یا تعریف خود نسل کشی به اندازه کافی منابع کتبی و شفاهی وجود داره. خود شما بارها و بارها در سخنرانی های خود، در نوشته های خودی مسئله را رویش صحبت کردین و بسیار قشنگ. حالا ادامه میدم، نه ادامه میدم، شما صاحب مطرح کنید. ولی مسئله این است که احساس همزاد پنداری با مردم هزاره وجود نداره. مثلا فرض حالا حالا او بله بله در فلسطین اتفاق میفته، خب اون هم انسان هستن، کشته میشه، خیلی ها برحال برانگیخته میشه احساساتشان، ولی عین احساسات، احساس همزادپنداری و همدردی در ارتباط به هزاره در جامعه افغانستان وجود نداره. بله بله درست است. اینال ما ببینید که همین تعریف خود از جنوسه تکمیل بکنم. قصد نابودسازی هم مهمه. اگر پشت این کشتار داعش باشه، قصد نابودسازی داعش واضح است. داعش بارها اعلان کرده که
شیعیان در حقیقت جزء کفار هست، بله کسان هست در یک محور شرارت از نگاه داعش قرار داره که با کفار کمک و همکاری میکنه و خودشان شاید هم بدتر از یهود باشد. بنابراین باید اینا کشته شود، نابود شود. قصد نابودسازی برای داعش واضح و واضح و روشن هست. اینا رو ما باید واقعی درک کنیم. و همینطور اگر گروه های افراطی دیگه پشت این کشتار باشه، اونا هم در حقیقت چون از انسان هزاره و شیعه انسانیت زدایی میکنه، بنابراین قصد نابودسازی درش میشه استنباط کرد. این نکته که در تکمیل از او بحث بود، اما اینکه چرا درک نمیشه، چرا فهمیده نمیشه این موضوع. لذا من یه که عرض کردم برای مردم عام افغانستان هست، اونا اول تفاوت کشتار هزاره رو با غیر هزاره بفهمن که اگر غیر هزاره کشته میشه، اونا به خاطر قوم خود کشته نمیشه، به خاطر مذهب خود کشته نمیشه. کشته میشه، اونا هم کشته میشه، ولی به خاطر قوم و مذهب خود کشته نمیشه. یه هم اضافه بکنم، چرا به خاطر چی کشته میشه؟ به خاطر از این کشته میشه که در نزاع سیاسی وجود داره. مثلا طرفدار حکومت بوده سابق، مثلا از حکومت طرفداری میکرده، از دولت طرفداری میکرده، به دلایل و انگیزه های دیگه. اما قطعا و یقینا به خاطر سنی بودن یا به خاطر پشتون بودن کشته نمیشه، یا به خاطر تاجیک بودن کشته نمیشه، به خاطر ازبک بودن کشته نمیشه. یعنی سنی بودن، تاجیک بودن، ازبک بودن عامل اصلی کشتار نیست. این تفاوت کشتار هزاره با غیر هزاره است. فرقه های صوفیانه هم کشته میشه، این هم باید بگیم که فرقه های صوفیانه از اهل سنت جماعت هم کشته میشه، اونا هم جنوساید هست، اون جنوساید هست. چرا؟ چون اونا هم قصد داره که فرقه های صوفیانه را، اگر ما تصوف را یک چی بدانیم، یک مذهب بدانیم، یعنی تعریف مذهب بودن، تعریف نژاد بودن و تعریف قوم بودن و تعریف ملی بودن بر فرقه صوفیانه صدق بکنه، کشتار اونا هم جنوساید است. ولی شک اینجاست که اونا قوم محسوب نمیشه، مذهب محسوب نمیشه و فرقه ملی هم به حساب نمیآید. بنابراین در او تعریف ما در اونجا مشکل داریم. اونا هم در نتیجه نفرت کشته میشه، یعنی تکفیر به اصطلاح کشته میشه. و همینطور حتی گروه های تکفیری بین خود هم نزاع داره، گروه های تکفیری بین خود هم نزاع داره. یه گروه دیگر کافر میدانه، میگه خب شما چون به زعم خودشان با دشمن ما همکاری میکنید، یعنی با کسایی که ما باید اونا رو نابود بکنیم همکاری میکنید، پس شما هم کافر هستین، یعنی در پروژه جهاد اونا رو داخل میکنه، و این خود هم این کشتار رو انجام میدن. بنابراین وقت آتش نفرت روشن شد، دیگه در واقع خشک و تر میسوزن، دامنه کشتار وسیع میشه. اون کشتارها که صورت میگیره به دلایل دیگه است، اما هزارها و شیعه صرفا به دلیل هویت قومی و مذهبی خود کشته میشه. لذا این تفاوت بین کشتار هزاره و سایر هموطنان ما درک شود که از این تاریخ ما بهتر میفهمیم. یعنی یک از موانع اساسی درک جنوساید هزاره از این تاریخ برداشته میشه. اما سوالی که شما مطرح کردید، خون شما که رنگین تر نیست، ولی واقعا رنگین تر نیست، ولی دلیل کشتار فرق میکنه. یک و دومین که در همه مواردی که هزارها کشته میشه یا شیعه کشته میشه، جنوساید نیست. همه کشتارها جنوساید نیست. مثلا یک مثال برای شما میزنم، در اروزگان ما 17 مورد داشتیم تا این 2 سال که ترور شده. یعنی نزاع قومی هم وجود نداشته که بگیم پشتون ها با هزارها نزاع داشته، پشتون ها آمده هزارها کشته. نه، ترور شده، ترور هدفمند توسط گروه های خاص و مقصود پاکسازی قومی. یعنی پشتش پاکسازی قومی وجود داره. پاکسازی قومی هم با جنوساید فرق میکنه. پاکسازی قومی معنیش این است که تو یک قوم را از یک کوچ میدی، کوچ اجباری که بره از اونجا، نباشه اونجا تا شما جایشی بیشتر. درسته؟ برای تحقق پاکسازی قومی، برای کوچ اجباری لازم نیست که شما جنوساید بکنید. بنابراین جنوساید این تو کشتارها که ترورایزد میشه افراد، ترور میشه هدفمند شناخته شده، این به خاطر یک هدف دیگه است به نام پاکسازی قومی، او هم جنایت علیه بشریت است، اما این کشتار جنوساید نیست. بنابراین پس هزارها در همه جا کشته میشه یا شیعه کشته میشه، همش جنوساید نیست. جنوساید از خود تعریف خاص داره. این هم که درست درک شوه، این هم یک از موانع هست، این هم یک از موانع فهمی جنوساید هست. درسته؟ این هم که فهمیده شد، این هم یک موانع دیگه برداشته میشه. به همین ترتیب ما باید کوشش بکنیم موانع گوناگونی که در راه فهم جنوساید وجود داره برداشته شوه. با کم شدن این موانع، در واقع احساس همدلی بیشتر به هزارها خلق میشه. یعنی یک از چیزهایی که در واقع میتونه احساس همدلی ایجاد بکنه، ای هست که مردم قبول بکنه که واقعا هزاره جنوساید میشه، تحت
در معرض جنوساید قرار. یک نکته. دوم، مردم قبول بکنه که جنوساید واقعا یک جنایت ضد انسانی و ضد بشری است و شدیدا زشته، یعنی به گونه زشت است که در سطح جرایم بین المللی مادر جنایات، جرم جرم ها شناخته میشه، جرم جرم ها، ام الجرائم در واقع ازش تعبیر میشه، جرم جرم ها، یعنی شدیدترین جرم. این به لحاظ حقوقی است، یعنی وقتی حقوق قانون یعنی قوانین کیفری بین المللی این عمل را این اندازه شدید جرم انگاری کرده، معنیش چیه؟ معنیش این است که به لحاظ اخلاقی هم به همون اندازه بده، به همون اندازه ضد انسانی است، ضد بشری است. پس این مسائل را اگر مردم افغانستان اول بفهمه که هزارها واقعا در هزارها و شیعه ها جنوساید هست، قربانی جنوساید هست، و دوم عمیقا درک کنه به لحاظ اخلاقی و انسانی که یک جنایت ضد بشری و ضد انسانی است، در اون صورت حس همدلی بیشتر خلق میشه، ایجاد میشه در میان مردم افغانستان. خب اما باز هم اینا کافی نیست، اینا کافی نیست. چرا کافی نیست؟ دلیلش این است که ببینید دو چیزی دیگه هم بسیار مهمه. چرا این جنایت اتفاق میفته؟ مقصر کی است؟ مقصر کیه؟ این هم باید درک شود. اگر درک نشه مردم افغانستان خود مسئول حس نمیکنه. شما وقتی در واقع احساس همدلی بیشتر پیدا میکنی خود مسئول بیدن. اگر خود مسئول ندانی باز هم برای تیج مثلا تفاوت ایجاد نمیشه. خب ما پاره از نظریه ها در این زمینه داریم، در زمینه این که چرا این کشتار رخ میده، که او هم مانع از احساس همدلی میشه، مانع از احساس همدلی میشه، مانع از این میشه که مردم افغانستان خود مسئول حس بکنن. دو نظریه وجود داره. میگه خود چرا کشتار های اتفاق میفته؟ مخصوصا طبقه شهرنشین و طبقه متوسط کابل، اونا احساس همدلی داره با هزارها، ولی خب میگه خب کشته نمیشه متاسفانه. چرا؟ کار دشمنه، کار استخبارات بیگانه است. استخبارات بیگانه میخواد در میان مردم افغانستان نفاق بیاندازه، مردم افغانستان تضعیف بکنه، لذا دست به این کار میزنه. اونا به این شکل وجدان خود در واقع یک نوع آرام میکنه، یک نوع آرام میکنه، اونا ناراحت میشه. طبقه متوسط شهری افغانستان، چی پشتون باشه، چی تاجیک باشه، چی ازبک باشه، شیعه باشه، سنی باشه، فرق نمیکنه، همه ایشان از این جنایات منزجر، ناراحت میشه، ناآرام میشه، ولی کن میگه خب کار استخبارات درسته. به این ترتیب در واقع این به یک دشمن خارجی، به یک دشمن بیرونی نسبت میده و میگه خب پس ما کدام مسئولیت نداریم، اون دشمن است که کار میکنه دیگه. خب میخوایم بگم که درست نیست، این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که استخبارات خارجی از کشتن هزاره باید سود میبره، منفعت میبره، در منازعه قدرت منطقه‌ای یا داخلی یا جهانی به یک شکلی سود و فایده نصیب استخبارات خارجی شود. ما هر چی که نگاه میکنیم جنوساید هزاره هیچ سود و فایده ای برای هیچ استخبارات هیچ کشور در منطقه و جهان نداره. یعنی معقول نیست که استخبارات منطقه یا جهان بیاید پروژه نسل کشی هزاره رو روی دست خود بگیره در افغانستان، یا پروژه نسل کشی شیعه را. چنین فایده مستقیم به حال اونها نداره. توجیه منطقی پشت این تئوری نیست، پشت این نظریه نیست. دوم، بعضی ما بیشتر هزاره های ما این گپ میگه که نه ما به خاطر قومیت خود کشته میشیم. یعنی گویا در افغانستان یک جنگ قومی وجود داره. کسانی هستن که میخواهند هزاره ها را در افغانستان نابود کنن، پاکسازی قومی انجام بدن. میگه در پروژه پاکسازی قومی است. این هم درست نیست. وقتی که شما میگید که کشتار قومی است، بعد از هزارها به دلایل قومیت خود کشته میشه، به طور ناخود آگاه چنین القا میشه، گرچه القا نادرست است، چنین تلقین ایجاد میشه گویا جنگ قومی است. پس یک قوم قومی دیگر رو میخواین نابود کنن، یا نخبگان سیاسی یک قوم در واقع ناسیونالیسم سیاسی که قوم داره یک طرح یک پلانی دراز مدت جور کرده که یک قوم دیگر رو نابود کنه. این دیدگاه در واقع مانع از درک جنوساید هزاره میشه، مانع از همدلی میشه، مانع از این میشه که بگه هزاره ما تحت جنوساید هست. چرا؟ چون اگر این رقم گفته شود خودش مقصر میشه، خودش مظلوم، یعنی در واقع مقصر شناخته میشه. هیچ کس حاضر نیست که تقصیر به گردن خود بپذیره. درسته؟ این طرح هم نادرست هست. بنابراین ما میخوایم بگم این قومی هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما ناسیونالیست ها و ملیگرایان افغانی را که از هر قوم باشه مورد مطالبه قرار میدیم، برای هیچ کدامشان در واقع جنوساید و نسل کشی هزاره نه در توانشان هست
و نه در فکرشون است و نه برایشون لازم هست، ضرور نیست. یعنی اونا برای اینکه بخوای هزارها را از منزوی بکنه هیچ ضرورت نداره هزارها را نسل کشی بکنه، کافی همین طالب سیاست های طالبان اجرا شد، همین سیاست هایی که الان طالبان داره و شکل مختلف اجرا میکنه، یعنی می کافی است که هزاره منزوی شوه، هزاره بسیار محروم شوه و از تمامی منابع قدرت، اقتصاد و ثروت کنار زده شوه، هیچ احتیاج به کشتن هزاره نداره. چرا هزاره برشون کار نکنه که اونا کشته شوه، نابود شوه؟ هیچ معقولیت نداره کشتن هزاره بر اساس ناسیونالیسم قومی، توجه میکنید؟ و کافیه که و هزار، چرا؟ بخاطر اینکه هزارها در منازعه قدرت، در منازعه جنگ قدرت قومی وزنی نیست، وزنی نیست، خطر محسوب نمیشه برای کسی. و اضافه بر این چون وزن نیست و خطر محسوب نمیشه، علاوه بر این چیزی هم نداره که کسی زود سیر شوه. هزار رو تو بکشی چی نصیبش میشه؟ پس این کشتار نه سرزمینی آباد داره، نه یک دهکده خوب داره، نه یک زمینی زراعتی سعی داره، هیچی نداره، نه کارخانه های قوی داره. چی داره هزاره که از کشتن هزاره مردم آباد شه؟ پس انگیزه کسایی که این کشتار را انجام میده چیه؟ آها، این عرض کردم انگیزش در واقع کسی که پشت این کشتار هست، گفتم افرادگرایی مذهبی است، افرادگرایی مذهبی است، این ما باید درک بکنیم. و افرادگرایی مذهبی و گروه های تکفیری، گروه های تکفیری و افرادگرایی مذهبی، این در کلان روایت شیعه و سنی ترسیم میکنه. این به این معنی نیست که سنی ها در این دخالت داره، این ما باید از این سوی تفاهم جلوگیری بکنم. گروه های تکفیری و افرادگرا یا کلان روایت شیعه و سنی داره، یعنی مسلمان ها را تقسیم به دو دسته کلان میکنه. بعد کوشش میکنه در بر اساس تاریخی که این تاریخ منازعات بسیار طولانی است، یعنی امروز پیدا نشده، اما قرون اولیه اسلامی در واقع روایت های نفرت انگیز و کشتارها از اون زمان تا به امروز ادامه داره. توجه که در این تاریخ یک جنگ تاریخی تصویر میشه، در چارچوب اون جنگ تاریخی الان هم یک جنگ تصویر میشه که یک جنگ وجود داره و هزاره و شیعه جزئی از این محور نفرت، به قول بوش یک زمان گفته بود محور نفرت، او برای کسای دیگر گفته بودن، اونا هم برای خودش یک محور نفرت جور کرده و ساخته. هزاره و شیعه جزئی پازل از این محور نفرت دانسته میشه و از انسان هزاره و از انسان شیعه در این چارچوب انسانیت زدائی میشه. بله. برچسب های چون رافیزی، این بود تاریخی در الان پیدا نشده، اینا در تاریخ وجود داشته و امروز شدید شده، متاسفانه تشدید شده. و از انسان هزاره چی میشه؟ انسانیت زدائی صورت میگیره. خب خود از این کلان روایت خلق شده من سیاسی است، چون جنگ برای قدرت هست، جنگ برای قدرت هست و کسانی کوشش میکنه از طریق این ایدئولوژی، در حقیقت همونطور که نمونهش دیدیم که داعش در عراق و سوریه دولت برای خودش ایجاد کرده بود دیگه، در پی ایجاد اون دولت هست، در پی ایجاد اون حکومت و اون قدرت هست، اون حکومت و قدرت قربانیان زیاد را به بار خواهد آورد. بله. اما خب فرض بکنیم در قرآن، اصلا در دین اسلام، در ارتباط یعنی کشتن بیگناهان را تقبیح کرده و در حدی که گفته کشتن یک انسان به مسابقه کشتن تمام انسانیت هست یا انسانها هست، اما چرا در امی مدتی که هزاره ها حداقل در امی دو دهه اخیر که هزاره ها به صورت هدفمند هدف قرار گرفته، چرا ملاها و علمای اهل سنت در قبالی کدام موضع نگرفته؟ خب ببینید، عرض کردم که از یک روایت تاریخی استفاده میشه در این زمینه، ما متاسفانه مشکلات مذهبی و فرهنگی زیاد داریم، چی در جامعه شیعه چی در جامعه سنی. ما روی یک تاریخ پر از مشکل در واقع نشسته ایم که هنوز باز نشده، یعنی روایت انتقادی در این مورد صورت نگرفته، یک گفتگوی انتقادی علمی در این مورد صورت نگرفته. لذا این بستر تاریخی پر از مشکل دستمایه شده است برای گروه های افراطی و گروه های تکفیری که او از این منبع تغذیه میکنه، اونها از این منبع چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه. خب از سوی دیگر عرض کردم که همین بستر تاریخی، فرهنگی و مذهبی و سیاسی در حقیقت انسان هزاره را یا انسان شیعه را در ذهن اکثریت جامعه جهان اسلام که اهل سنت و جماعت منزوی ساخته، بلاز ذهنی، بلاز فکری و عاطفی
منزوی شده، بله یعنی ایزوله است، جداست. در وجدان عمومی جهان اسلام شیعه وجود نداره، شیعه غایبه. بله توجه کرده؟ دیگر محسوب میشه، خب دیگر بله غیر محسوب میشه، بیگانه محسوب میشه. لذا از کشته شدن اونها حس همدلی و همزاد پنداری ایجاد نمیشه، مثل بله که یک بیگانه کشته شده. ممکن بگه خود ضرور نیست کشته شود، ممکن بگه ضرور نیست کشته شود و بله کشتنشون هم درست نیست، ولی حس همزاد پنداری، حس دفاع، حس حمایت در ذهن ها ایجاد نمیشه. نمیشه. به این دلیل هست که کار صورت گرفته. آه. دلیل جمعی هست که یعنی چرا شما اشاره کردید که چرا علمای مذهبی با این مبارزه نکردن؟ چرا مبارزه نکردن؟ یکی مبارزه نکردن به خاطر یکی، اینجا یک سایه ای از ابهام و تاریکی وجود داره که یعنی با آسانی و به راحتی قضاوت نمی کنه چی کسی مسلمان است چی کسی مسلمان نیست. خب انسان که هست، مثلا در همی چند تا حمله ای که شد بر کاج، بر کرسی کاج، کرسی موعود، خب اینا را همه دیدن که اطفال بود، کودکان بودن. اینا را چطور یک اعتراض جمعی از طرف علمای اهل سنت صورت نگرفت؟ عرض کردم علت شامی همی هست، علت شامی هست که مثلا الان اگر یک حمله انتحاری صورت بگیره بر یک کلیسایی در آفریقای جنوبی، نه علمای جهان اسلام اعلامیه میده؟ اعلامیه میده علمای جهان اسلام؟ نه نمیده. حس همزاد پنداری برش ایجاد نمیشه، چندان بهش مربوط دانسته نمیشه. اما اگر در فلسطین اتفاق بیفته یا در میانبار شدیدن ناراحت میشه، چرا؟ چون حس همزاد پنداری با اون، درسته؟ به همین دلیل است. یعنی در سطح جامعه، در واقع در ذهن عمومی مردم، شیعه یا هزاره چیزی دیگر محسوب میشه، چیزی دیگر، درسته؟ و به لحاظ دینی هم مسئله برایشون واضح نیست بله بله که آیا واقعا اینها حکمش چیه؟ بله به لحاظ دینی هم برایشون خیلی روشن نیست، بله در پرده از ابهام قرار داره. تنها چیزی که هست اهل مداراست، میگه خب مدارا باید کرد، نباید همسایه را آزار داد، اذیت کرد، هموطن ماست، باید با اینا خوب بود، مهربان بود، انسانی رفتار کرد، میگه، اما ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه، درسته؟ عصبانی نمیشه. بنابراین پس ما باید چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ عرض کردم که اولا مسئولیت این گونه رفتار را همه ما قبول بکنیم، یعنی ما مردم افغانستان، شیعه سنی، حتی من شیعه هم باید مسئله زیر قبول بکنم، چون ما در یک فرهنگی بزرگ شدیم که محصول چیست. نه پس باید ما همه مسئولیت را قبول بکنیم. ما در یک ادبیات بزرگ شدیم، بر یک سنت های تکیه میکنیم که مسئول شمیستی که، پس بنابراین همه باید مسئولیت قبول بکنیم. نه یعنی اول باید درک بکنیم که ضد انسانی است، یعنی غیر اخلاقی بودنش درک کنیم. مشکلی که متاسفانه وجود داره در فرهنگ ما این هست که ما اخلاقی بودن رو با دینی بودن یکی میگیریم، یعنی درک ما نداریم، نه درک نداریم، انسان بودن را بر اساس مفاهیم دینی تعریف میکنیم، بد بودن را هم بر اساس مفاهیم دینی تعریف میکنیم. مستقل از مفاهیم دینی ما انسانیت هم متاسفانه نداریم، بد هم نداریم، یک مشکل اساسی ماست. ولی ما باید کار بکنیم که این درک ایجاد شود، این درک مستقل ایجاد شود، ما بد بودن را انسان بودن را مستقل از مفاهیم دینی درک کنیم. فلان انسان است، درست مسلمان نیست یا درست چیه مسلمان نیست، ولی انسان هست. بله و این بله مسئله ضد انسانی است رفتار. بله شما در اون پیشنهاد اول خود میگین که کاری بکنیم که به حال احزاب و نهادهای مدنی، احزاب سیاسی اینا به شکل مسئله را مطرح بکنن. خب همین عرض میکنم، ببینید همین عرض کردن که ما مسئولیت قبول میکنیم. بله چطور مسئولیت قبول میکنیم؟ وقتی مسئولیت قبول میکنیم که احزاب، نهادهای اجتماعی، فعالین فرهنگی، سیاسی، حداقل نخبگان سیاسی، حداقل نخبگان سیاسی بله این را قبول کنه، بپذیره، درسته؟ بله نخبگان سیاسی که میایه دم از ملت میزنه که ما همه مردم افغانستان یک ملت هستیم، فردا توقع داره که یک هزاره به او رأی بده. توجه کردین؟ دقیقاً اینها حداقل عمق فاجعه را درک کنه، بله درسته؟ و همینطور نویسندگان، روشنفکران، روزنامه نگاران، هنرمندان، اینا قشر نخبه، حداقل اینها عمق فاجعه را درک کنن و به این موضوع اعتراف بکنن و برایش مبارزه بکنن. بله و بعد هم علمای دین، برای علمای دین ما
پیشنهاد جداگانه داشتیم، درسته؟ خب پس اولین راه برای اینکه ما چیکار می توانیم از هزاره حمایت بکنیم، از شیعه حمایت بکنیم، این هست که جمعاً این مسئولیت را قبول کنیم، درسته؟ به این ترتیبی که توضیح دادم. خب اما این در صورت، پس دو مرحله کار لازم است. یک، اول اینکه نخبگان قبول بکنن غیر از علمای دین، که او به یک چیز دیگه احتیاج هست. بله نخبگانی که هنرمند هست، اصلا سکولار هست، اصلا تصور تفکر دینی نداره، درسته؟ بله نویسنده خوب و سیاسیون ما، احزاب ما، جمعیت های ما، روزنامه نگاران ما، همه عمق فاجعه را درک کنه، مستقل از نزاعی قومی، بله مستقل از نزاعی قومی. این نزاع قومی نیست، هم تو که عرض کردم نه؟ بله این را درک کنن و بعد ولی براش کار کنن. در همین جا آقای استاد فرض بکنین ما برخی از نخبه های سیاسی و همچنان احزاب، یعنی از نخبگان احزاب سیاسی این مسئله را قبول کردن. خب قبول کردن این به یک نحوی بر سر اونا یک مسئولیت معذرت خواهی را میگذاره. مثلا بعضی از احزاب سیاسی که امروز هم وجود دارن اینا در بعضی از موارد مثل افشار، مثلا حادثه افشار هم که یکی از همه حوادث بسیار بزرگی است که بر علیه مردم هزاره انجام شده، خب اینا دست داشتن، حالا آگاهانه یا ناگاهانه. خب وقتی که اینا بیان این نسل کشی هزاره ها رو به عنوان یک واقعیت بپذیرن و احساس همدردی بکنه، یعنی پذیرش در واقع یک نوع مسئولیت معذرت خواهی را بر اونها میگذاره. فکر نمیکنید؟ من فکر میکنم خب ما به میزانی که با صداقت، با واقعی گرایی به این مسئله برخورد بکنیم، یعنی یک مثلا یک شخصیت سیاسی، یک حزب سیاسی، به میزانی که صادقانه، نه از روی نوع ظاهر سازی سیاسی، از روی صداقت و حقیقت این مسئله را اذعان کنه، تصدیق بکنه، اگر در جای خودش یا پیشینیان او مقصر بوده باشه اذعان کنه و از مردم افغانستان طلب معذرت بکنه، ما فرهنگ اعتراف و بخشش را در افغانستان، اعتراف و بخشش را، یعنی لازم نیست ما از هم دیگه انتقام بگیریم، اعتراف و بخشش را در افغانستان نهادینه میکنیم، حقیقتا مردم افغانستان را میتونیم متحد بکنیم، او آدم تبدیل به رهبری اخلاقی، معنوی، انسانگرا و کاریزما خواهد شد. بله این ظرفیت اخلاقی و سیاسی برای احزاب سیاسی ما، برای فعالین سیاسی ما ایجاد میکنه. این ضعف نیست، این نقطه قوت است. بله مردم افغانستان به سوی آشتی میبرند. بله ضرر نیست. بله وقت محدود است دیگه، میرم در بخش این دوم. در مورد شما گفتین که یک فضای گفتگو و در واقع گفتمان بین علما ایجاد شود، اینمی از لحاظ تکنیکی چگونه ممکن است؟ به چی نوع پلتفرم ما نیاز داریم؟ چرا ما گفتم به یه احتیاج داریم؟ به خاطر از اینکه چون ادبیات، چون اساس نفرت، نفرتی است که از ادبیات مذهبی استفاده میشه و در حقیقت بزرگترین تریبون یا رسانه تبلیغ هم دست علمای مذهبی است. اول این که ادبیات نفرتی که تولید میشه منشأ مذهبی داره، یعنی در تاریخ مذهبی ما چی شیعه چی سنی در او وجود داره، در روایت ها یا گفته ها، نقل قول ها، برداشت ها، چیزایی که هست در اونها هست، درسته؟ وجود داره، این ما نمیتونیم منکر شیم، هست، هم در شیعه هست هم در سنی، در شیعه کمتر در سنی بیشتر. و دیگه ای که تبلیغ یعنی ایجاد فرهنگ جدید، تغییر فرهنگ گذاشته در دست علمای مذهبی است، یعنی هیچ کسی به اندازه علمای مذهبی نمیتونه این فرهنگ تغییر بده، آموزش بده و تبلیغ بکنه. به این دلیل هست که در واقع تنها گروه اجتماعی مؤثر که میتوانه این فرهنگ نفرت و خشونت را خوش کنه علمای مذهبی است. سیاسیون و فرهنگیان هم مؤثره، چون اونها روی علمای مذهبی تاثیر میگذاره، چون علمای مذهبی یک قشری اون یک از جامعه است، در درون جامعه زندگی میکنه. وقتی که جامعه و سایر قشرهای اجتماعی رای خود از رای اونا جدا بکنن، اونا تنها بمانن، اونا مجبور میشه دنبال روی سایر اقتصاد اجتماعی
حرکت بکنن. چرا علمای مذهبی مثلا در اروپا، در آمریکا، در جاهای دیگه شورای آزاد نرم شده، معتدل شده؟ اعتدالش به خاطر از این نبوده که او در ذات خود معتدل بوده، اعتدالش به این خاطره که اونا در درون جامعه زندگی میکنه. سایر ابعاد جامعه وقتی به سمت اعتدال پیش میره، به سمت میانه روی پیش میره، اونا منزوی میشه. اونا برای اینکه از انزوا خود نجات بده مجبور در خود تغییر ایجاد. بنابراین این جامعه که در دست سایر اقشار گروهی اجتماعی هست، اونا با مقدار تغییر در سایر اقشار اجتماعی ایجاد شود تا علما هم تغییر کنند. علما که تغییر کرد، در واقع با تغییر علما جامعه، یعنی مو پایین ترین قشر جامعه که بیشتر در معرض خشونت نفرت هست، اونا هم تغییر میکنند. توجه کرد؟ حالا خب رای تغییر علما چیست؟ یک رای شمیز که عرض کردم، سایر اقشار جامعه تغییر کنه و تغییر به وجود بیاره در جامعه. و دوم گفتگوی علمی. این گفتگوی علمی با علمای قابل امکان ممکن هست، مکانیزمی هست که معرض میکنم. این بحث مذهبی نیست که یک شیعه و سنی، دو مولای شیعه و دو مولای سنی با هم بشینن بحث بکنن کی درست میگه کی غلط میگه. این او بحث نیست. بحث درست گفتن و غلط گفتن نیست. کی در تاریخ درست بوده، کی در تاریخ غلط بوده، او بحث هم نیست. توجه کردید؟ و همینطور بحث تقریب هم نیست. بیاییم با هم همدیگر دوست داشته باشیم. همینطور که گفته شده سالهای سال گفته شده، تقریب گفته شده، وحدت اسلامی گفته شده، ما همه گل و بلبل هستیم، خیلی خوب هستیم. این بحث هم نیست. توجه کردید؟ بحث این هست که ما حکم سنی بودن را از نگاه یک شیعه معلوم بکنیم. وقتی ما میگیم شیعه یعنی اکثریت شیعه، یعنی شیعه سنتی، یعنی علمای مشهور شیعه، دیدگاه های رسمی شیعه. سنی بودن حکمش از نگاه علمای مشهور شیعه و از نگاه امو اکثریت عمده، ام مینستریم میگین شما نه در انگلیسی، از نگاه اونا چیست؟ درسته؟ چی هست؟ از نگاه کتاب های عمده، از نگاه مبانی کلامی و فقهی اساسی و عمده مورد اتفاق چیه؟ این مبانی عمده اصلی شیعه چیست؟ حکم سنی بودن. آیا ظرفیت همدیگر پذیری، ظرفیت همدیگر پذیری در شیعه نسبت به سنی وجود داره یا وجود نداره؟ تو رو ترد میکنه. مثلا آیا ادبیات تکفیری در شیعه هست؟ یک شیعه سنی رو کافر میدونه یا وجود نداره؟ اگه وجود نداشته باشه، سطح از همدیگر پذیری شکل میگیره. سطح نه به صورت کامل، سطح از همدیگر پذیری شکل میگیره. به عین ترتیب این ظرفیت در مبانی اجتهادی و کلامی و فقهی اهل سنت، جریان های عمده رو میگم، افراطی‌ها رو نمیگم، گروه های اقلیت نمیگم، جریان های عمده و اصلی سنجیده شود. مثلا از نگاه مکتب امام ابو حنیفه و مبانیش سنجیده شود، آیا شیعه بودن جرمه؟ شیعه بودن جنایته؟ شیعه بودن به معنای کافر بودن این که نست. یعنی ظرفیت همدیگر پذیری و شیعه پذیری در مبانی کلامی و فقهی و اجتهادی اهل سنت جماعت سنجیده شد. این بلاز علمی. این بحث از این نیست که کی خوب میگه کی بد میگه، کی درست میگه، کی مبانی کلامیش درسته، کی مبانی کلامیش درست نیست، کی اسلام واقعی است، کی اسلام واقعی نیست. و بس اساسا نیست. یا بس کاملا علمی و انضمامی است. درسته؟ این ممکنه در یک دانشگاه انجام شود، در یک دانشگاه انجام شود. یعنی اول یک کار تحقیقی است در یک دانشگاه که حتی او دانشگاه مسلمان هم نباشه انجام شود. یعنی شیعه ها رو ببینه که اینا چی میگه در مورد اهل سنت، کاملا بی‌طرفانه چی میگه، دیدگاهشون چی است. آیا ظرفیت هم سنی پذیری در شیعه وجود داره یا در شیعه وجود نداره؟ آیا شیعه ادبیات تکفیری علیه اهل سنت جماعت داره یا نداره؟ این سنجش شود. خب یک عالم کاملا به طرف مسلمان هم نباشه، اما اسلام شناس باشه، شیعه شناس باشه، فقه شناس باشه، کلام شناس باشه، ببینه بررسی بکنه دوسیه شیعه رو بسته بکنه که والله نه، در شیعه ادبیات تکفیری علیه اهل سنت جماعت وجود نداره. بعد عین مطالعه در مورد اهل سنت جماعت شد و این به از این به علما خواسته شد که علمای بزرگوار، اینمی مذهب حقیقت مذهب شماست، اینمی واقعیت مذهب شماست، پس اصل این که کشتن مسلمان بزرگترین گناه هست و سر جای خود باقیه، و نمور شما بگیرین اما آموزش داده شود، تبلیغ شود، مبنای نصاب آموزشی قرار بگیره در مدارس، در مکاتب، در همه جا، در رسانه ها، در خطبه های جمعه، تا ما امنیت و مسئولیت، صلح و برادری را به معنای واقعی کلمه در افغانستان به وجود بیاره. هدف ای هست که این موضوع فهمیده شود، شناخته شود و ما با عمق از این قضیه بیاریم. از این طریق می توانیم زندگی بهتر، آرامتر و صلح آمیزتر را برای کشور خود و برای مردم خود برمکان بیاریم. این به سود همه است.
نکته میخوام بگم که این نکته ای که این دیدگاهی که من مطرح کردم در با شما، این میتونه یک برنامه اساسی و بنیادی باشه برای امن ساختن افغانستان، مخصوصا برای ایجاد امنیت برای مردم شیعه و هزاره افغانستان. در مقابل چی مطرح میشه؟ در مقابل از این مطرح میشه، در مقابل یک دیدگاه دیگه مطرح میشه. دیدگاهی است که وقتی هزاره مورد کشتار قرار میگیره، شیعه مورد کشتار قرار میگیره، ذهن بسیار به سوی خشونت کشیده میشه. چرا ما کشته میشیم؟ یک از سوال هایی در ذهن بسیار خلق میشه اینی نیست که بکشیم تا کشته نشیم، هزینه خلق کنیم برای دیگران تا زندگی ما اهمیت پیدا کنه. توجه کردین؟ یک دیدگاه هست. من فکر میکنم البته در چارچوب پارادایمی مسلط در جهان گفته میشه، منطق موجود در جهان همیست، اما این معناش این نیست که حقیقت هم اینطور باشه. حقیقت هم معناش این نیست که حقیقت هم غیر از اخلاق، حقیقت هم اینطور نیست. یعنی ما اگر به جای این دیدگاه بیاییم، یعنی مطلب را که من در این نشست با شما مطرح کردم این اساس و به اساس برنامه خود قرار بدیم، در واقع مبارزه اخلاقی، انسانی، مدنی بکنیم برای این که برای مثال به طور مشخص جنوساید هزاره، هزاره را یک ملای سنی قبول کنه و براش کار کنه، یعنی براش تبلیغ بکنه. این برنامه برای خود قرار بدیم، من فکر میکنم ما زودتر به نتیجه میرسیم. چرا؟ چون در این نوع از مبارزه که فکر، اخلاق، عواطف انسانی و انسانیت انسان در حقیقت طرف ما قرار میگیره، در این هم قدرت بزرگ وجود داره که ما این قدرت را متاسفانه قبول نداریم. حقیقتا یک قدرت بزرگ در این وجود داره. اگر ما همون اندازه که روی جنگ و روی اسلحه و روی تفنگ و روی کشتار سرمایه گذاری میکنیم، روی این سرمایه گذاری بکنیم، زودتر به نتیجه میرسیم. بسیار تشکر. تشکر از شما آقای دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و رئیس سابق دانشگاه ابن سینا، که در این بحث با ما بودین، و همچنان از شما دوستان و همراهان عزیزی که این بحث را تا این دم دنبال کردین. تا برنامه دیگه، خدا یار نگهدارتون.